و همچنان بیننده بعدیمون گفتن علائم سرطان خون چیست؟ آیا خوش بودن یا غمگین بودن هم اثر داره در سرطان یا خیر؟ تشکر، زنده باشین. خب دکتر صاحب، از شما میشنویم و جواب دوست ما. بله، باز هم سلام و احترام خدمت بیننده گرامی تقدیم میکنم و سپاسگزارم از سوالشون. خب در قسمت جزء اول سوالشون که براش علائم بیماری سرطان خون چی است؟ خب همونطور که قبلا هم اشاره شد، در سرطان خون مشکل در حقیقت در حجرات سرخ و سفید خون وجود داره و علائمی که ایجاد میشه بیشتر مرتبط به خون است. یعنی در مجموع در نزد کسایی که مصاب به سرطان خون هست، اونمو علائمی که در کمخونی ما شما میبینیم. مثلا در ابتدا علائم شروع میشه از علائم کمخونی مانند خسافت است، کمرنگی است در نزد شخص، احساس ضربان، افزایش ضربان قلب یا پالپیتیشن هست، مریض احساس خستگی میکنه، کسالت داره و همچنان در سرطان خون نزد مریض حالات پیدا میشه که جگرش بسیار بزرگ میشه، یعنی کلان میشه و همچنان تحالش بسیار کلان میشه و عقدات لنفاوی که در قسمت های مختلف عضویت وجود داره سبب بزرگ شدنش میشه عقدات لنفاوی. و یک مشخصی خیلی خوبی دیگه که در سرطان خون هست نسبت به بعض حالات دیگه یا مشکلات دیگه خون که مانند کمخونی است، این است که در نزد مریضایی که مصاب به سرطان خون باشه حساسیت استخوان موجود است. به معنی که بالای استخوان زمانی که ما دست بزنیم یا کمک فشار وارد بکنیم فوق العاده درد ایجاد میشه و غیر قابل تحمل است برای مریض، که برای ما مشخص میکنه که احتمالاً نزد شخص سرطان خون باشه. و همچنان جدا از علائمی که مرتبط به خون است، حجرات سفید خون که قبلا هم گفتیم مسئولیت دفاع عضویت به عهده دارند، چون اینا هم دچار تشوش میشه، بنابراین شخص بسیار با آسانی به میکروب های مختلف مصاب میشه، در نزد شخص تب پیدا میشه، در نزد مریض لرزه پیدا میشه و حالت مریض بسیار خراب میسازم. و همچنان میتونه که در نزد شخص زیاد وزن به وجود بیاد، یعنی بسیار زود لاغر شوه و تغییرات جلدی را ایجاد بکنه و همچنان ریزش مو در نزد مریضایی که مصاب به سرطان خون است نزدش ایجاد شوه. یعنی علائم میتونه که از جمله علائم و مشخصات سرطان خون باشه. آها دکتر صاحب، پیشتر شما از زن حامله یاد کردین، گفتین که مشکلات را که البته سپری میکنن صحبت های داشتین. آیا کسی که حامله میباشه و حمل میگیره باز با طفلش یا با مجنینی که در بطنش است میتونه این سرطان خون اثرگذار باشه یا خیر، یا ربطه نمیتونه داشته باشه؟ خب در نزد مریضایی که مادرشان خودشان مصاب به سرطان خون باشه، این در صورتی که اگر آفات ژنتیکی باشه خب ممکن، در غیر از اون یک مرض ساری که از طریق خون به اصطلاح انتقال پیدا بکنه نیست، لیکن دچار اختلاط بسیار زیاد میشه، ممکن حملش به تکمیل نشه و به ختم نرسه، به خاطر اینکه در نزد شخص کمخونی ایجاد میشه و این کمخونی شدیدی که وجود داره یقینا تکافو کرده نمیتونه که خون طفل رو تامین بکنه و در نزد طفل سبب میشه که قبل از اینکه به ترم برسه که ولادت شوه سبب سقط های بنفسجی و سبب مشکلات دیگه میشه که در نزد از اون به وجود بیاد. یعنی این مشکلات به وجود آورده میتونه، اما حالاتی هم وجود داره که در نزد طفل در حقیقت که ما شما قبلا هم اشاره کردیم که یکی از علت های بسیار عمدهش آفات های ژنتیکی و ارثی بوده میتونه، یعنی میتونه که به ارث ببره از والدین خود و هم دچار همچنین حالت شوه. این آفات ارثی است، همچنین حالت وجود داره. اما قبل از اینکه یک خانمی که مثلا به سرطان خون باشه حمل بگیره یک حمل نرمال نمیداشته باشه، به دلیل از اینکه خب گفتم که مشکل در خون است و تکافو و کردن نمیتونه که خونی که جنین یا طفل نیاز داره تامین شود. به مو اساس قبل از رسیدن به وقت معینش که ولادت شود حتما دچار مشکل میشه. آها، باز این کسایی که طفلشون شیرخوار هستن و شیر میتن به طفلشون، به اونا چی اثر میگذاره یا خیر؟ نه خیر، در از طریق شیردهی که مشکل ایجاد نمیکنه در طفل و انتقال پیدا نمیکنه. آها بسیار خوب.